با درود به شما عزیزان مندان به مباحث تفکر بسیار خوشحالم که با گفتاری دیگر در خدمت شما عزیزان هستم ضرورت فراگیری مهارت تفکر ایجاب میکنه که همه ما با موضوع شستشوی مغزی آشنا باشیم روش هایی که در آن به کار گرفته می شود را بشناسیم اینکه نه خود طعمه آن شویم و نه دیگران را دانسته یا ندانسته تعمه آن کنیم به تعبیر دیگر نه خود شستشوی مغزی بشویم و نه دیگران را شستشوی مغزی بدهیم به طور کلی شستشوی مغزی یا برین واشینگ به دو شیوه نرم و سخت انجام میشه در روش نرم از تبلیغات تو با فریب استفاده می کنند که به آن در فارسی پروپاگاندا هم گفته شده از همان کلمه انگلیسی پروپاگاندا در روش سخت شستشوی مغزی با بکارگیری روش های خشن مثل زند... قرار دادن فرد در زندان انفرادی شکنجه و استفاده از داروهای شیمیایی با استفاده از این روش ها انجام میشه و من بحث شستوشوی مغزی رو به همین بر اساس همین تقسیم بندی در دو گفتار خدمت شما عزیزان تقدیم خواهم کرد ابتدا در این گفتار به تعریف شستوشوی مغزی میپردازیم و روش شستوشوی مغزی از طریق تبلیغات رو مورد توجه قرار میدیم و در گفتار بعد شستشوی مغزی از طریق اقناع اجباری coercive persuasion رو مورد توجه قرار میدیم پس در این گفتار که بیشتر تمرکز ما بر بکارگیری شیبه های نرم در شستشوی مغزی هست که از طریق تبلیغات هست ما ابتدا شستشوی مغزی رو تعریف میکنیم یعنی چه درباره این مفهوم صحبت می که چرا این کانسپت هنوز به صورت یک کانسپت علمی شناخته نمیشه اشاره به همان تقسیم بندی استفاده از شیوه های نرم یا همون پروپاگاندا و شیوه های سخت یا اقناع اجباری به این دو اشاره خواهیم داشت بعد بحث رو در زمینه مورد اول یعنی درباره استفاده از تبلیغات برای شستشوی مغزی ادامه خواهیم داد تاریخچه این کار که از چه روزی شروع شد چه کسی ابتدا و با چه انگیزه ای در واقع این کار رو انجام داد تا امروز از چه روش های استفاده میشه این میشه در واقع آنچه که در این گفتار تقدیم حضور شما خواهد شد و در گفتار بعد نوع دوم که با بکارگیری از روش های سخت هست به اون خواهیم پرداخت خب میریم مشکلی که با شستشوی مغزی اساسا داریم اینه که نه کسی که این کار رو انجام میده به نوعی به ارتکابش از آن داره معترف هست که آره من اومدم شستشوی مغزی بدم معمولا افراد این کار رو نمیکنن و نه کسی که قربانی این دسیسه شده طعمه این فریب شده به سادگی قبول میکنه که شستشوی مغزی داده شده پس از یه طرف هیچ کس نمیاد به ما بگه که من اومدم تا با این سخنرانی با این برنامه تلویزیونی با این گزارش خبری با این تبلیغات مذهبی یا هر چیز دیگه هیچ کس نمیاد بگه من با اومدم که شما رو شستشوی مغزی بدم و از طرفی دیگر در بیشتر موارد دیده میشه که افراد معمولا قبول نمی کنن که شستشوی مغزی داده شدن همه فکر می کنن که از افکار درخشانی برخوردارن فکر و اندیشه اونها اصلا آلوده به مغزشویی نیست پس می بینید که ما با پدیده عجیب و غریبی مواجه هستیم که هیچ کس به سادگی حاضر نیست که قبول بکنه که شستشوی مغزی میده یا شستشوی مغزی داده شده در این گفتار میخوایم بپردازیم به این موضوع که چه کسانی و چگونه به این ایده رسیدند که اساسا میشه افراد رو شستشوی مغزی داد و باید این کار رو کرد و پرسش مهمی که برای هر یک از ماها باید مطرح باشه این هستش که بدون تردید بدون تردید همه ما در معرض شسوشوی مغزی بوده و هستیم همین امروز هم همه ما در معرضش قرار داریم مسئله مهم اینه که از خودمون سوال بکنیم که آیا ما قربانی شسوشوی مغزی شده ایم بدون اینکه متوجه بشیم یا نه یا اساسا از کجا بفهمیم ما رو شست و شوی مغزی دادند یه مسئله هست میگن که مرگ مال همسایه هست فکر نکنیم شست و شوی مغزی برای همسایه ها فقط اتفاق میفته و به نظر من بهترین بهره ای که شما عزیزان میتوانید از این دو گفتاری که درباره شستشو مغزی خواهیم داشت بهترین بهره ای که میتونیم ببریم اینه که به ما کمک کنه که ما این سوال رو از خودمون بپرسیم که آیا من شستشو مغزی شدم یا نه اینکه که صرفا به این گفتار گوش کنیم بر معلومات گذشته ما افزوده بشه که مثلا روزها در زمینه شستشوی مغزی چه کارایی کردند چگونه شستشوی مغزی به عنوان تبلیغات مذهبی شروع شد منظورم اینه که صرفا یک سری اطلاعات عمومی به ما اضافه بشه این خوبه ولی شاید خیلی کاربردی نداشته باشه یه سری اطلاعات در این جلسه و جلسه بعد در این زمینه خدمت شما ارائه میشه تاریخچه هر دو نوع شستشوی مغزی رو من سعی میکنم توضیح بدم خدمتتون که چه کسانی در کجا چگونه افراد رو شستشوی مغزی دادن ولی میخوام بگم که بیشتر از این که اهمیت داشته باشه که ما اطلاعات عمومی کسب کنیم در این زمینه بر دانشمون بیافزاییم بیشتر از این م... این اهمیت داره که ما رو به فکر فرو ببره که اگر خودمون قربانی و تعمه شستشوی مغزی شدیم بتونیم خودمون رو از این وضعیت نجات بدیم نباید گمان بکنیم که ما نسبت به شستشوی مغزی واکسینه هستیم آره من مشکلی ندارم ولی من در جامعه افراد زیادی رو میبینم دوروبرم این بر بر آدم های زیادی رو میبینم که متاسفانه اینها قربانی شستشوی مغزی شدن ای کاش کسی بیاد دیگران رو آگاه کنه خیر قبل از این که بگیم ای کاش کسی بیاد دیگران رو آگاه کنه بگیم که ای کاش کسی بیاد ما رو و قبل از همه خود من رو نسبت به این موضوع آشنا کنه هر کس به نظر من هر کس وظیفه داره از خودش سوال کنه آیا من قربانی شستشوی مغزی شدم؟ بنابراین این میتونه مهمترین دستاورد و نتیجه ای باشه که از این دو گفتار خواهیم گرفت ببینید بحث پیرامون شستشوی مغزی بیشباهت با خرافات نیست وقتی صحبت از خرافات میشه همه گمان میکنن که دیگران خرافاتی هن و خودشون افکار خرافی ندارن این تصور این پیشفرز معمولا وجود داره و ما باید خود مراقب باشیم که در این تله نیفتیم که فکر بکنیم که مرگ مال همسایه هست پس بیش از این که به دنبال این باشیم که اطلاعات عمومی ما در زمینه انواع شستشوی مغزی افزایش پیدا بکنه باید به کاربرد اون در زندگی خودمان بیشتر توجه داشته باشیم و ببینیم که آیا اساسا ما شستشوی مغزی داده شده ایم از یه طرف و از طرف دیگر نکنه من دارم دیگران رو ششوی مغزی میدم و خودم اصلا خبر ندارم این بهترین بهره هست که میتوان از این دو گفتار برد با این مقدمه که کمی هم طولانی شد میریم سراغ اینکه اصلا ششوی مغزی یعنی چه چه تعریفی براش میشه ارائه داد ببینید در انگلیسی هم گفته میشه شش مغزی یک عبارتفلبوییند هست یعنی پرزرق و برقه شستشوی مغزی اصطلاحی است که به فرایند کنترل ذهن افراد از طریق دخالت در ساخت افکار و باورها دلالت میکنه. پس میتونیم تعریف شستشوی مغزی رو در مقدمه اینگونه داشته باشیم فرایند کنترل ذهن دیگران از طریق ساخت افکار و باورها براشون یعنی افرادی هستند که میخوان از هان مردم رو به کنترل در بیارن به تسخیر خودشون در بیارن و به عبارتی امروزه میتونم بگم بیشتر از حالا در عصر اینترنت و کامپیوتر هستیم از عبارت حک استفاده میشه این روزها بیشتر کسانی که میخوان ذهن دیگران رو حک کنن در اختیار بگیرن خب در حالت طبیعی باید این گونه باشه که افراد در معرض واقعیت جهان قرار بگیرن و حالا واقعیت جهان هم واقعیت طبیعی این که مثلا نیروی جاذبه وجود داره و رویدادهایی که داره اتفاق میافته مثلا آنچه که داره در گوشه گوشه جهان اتفاق میافته درگیری اسرائیل و مثلا فلسطینی ها اینجا یک سری واقعیت ها وجود داره پس من خدمتون ارز میکنم در حالت طبیعی انتظار میره که افراد در معرض واقعیت های جهان اما از واقعیت های جهان طبیعت یا رویداد هایی که هر روز اتفاق میفته قرار بگیرن و باور و نگرشی متناسب با این واقعیت ها شکل بدم بر اساس واقعیت های خارجی بنده باورها و نگرش خودم رو شکل بدم حالا شستشوی مغزی در این روند طبیعی میاد اخلال ایجاد میکنه یعنی چی؟ یعنی کسانی آمدانه و به طور سیستماتیک تلاش میکنند که چشماندازی خاص به افراد بدن به خاطر اینکه اینها دغدغه های ایدئولوژیک دارن تلاشی آمدانه و سیستماتیک انجام میدن تا در افراد تا در افراد جامعه نوعی چشمانداز و دیدگاه به خصوص ایجاد بکنن و برای اینکه این اتفاق بیفته میان در این روند طبیعی که باید هر کسی در جریان واقعیت ها قرار بگیره و سیستم فکر و اندیشه خودش رو بر اساس واقعیت ها بسازه اینا میان از اینجا وارد میشن و دخالت میکنن در این روند تا اینکه افراد آنگونه که اونها میخواهند بیاندیشند کنترل ذهن دیگران رو در دست بگیرن اینه که میان فرایند در واقع ساخت باورها رو سعی میکنن درش دخالت بکنن تا افراد اعتقادات به خصوصی پیدا بکنن و این کار اسمش هست شستشوی مغزی معمولا شستشوی مغزی در افرادی که از نظر تفکر نقادانه یا critical thinking ضعیف هستند با موفقیت بیشتری انجام میشه و برای اینکه ما بتوانیم جامعه ای رو به سمت اقلانیت سوق بدیم در مقابل این آسیب ها که یکی شسوشوی مغزی هست اینها رو واکسینه بکنیم باید بهشون تفکر نقادانه یاد بدیم که خودشان نقادانه بیندیشند و متوجه بشن که اگه کسی بخواد اونا رو شسوشوی مغزی بده اونا متوجه بشن و گرفتار این آسیب نشن خب اینجا میرسیم به این سوال مهم که شست و شوی مغزی تحت چه نام ها و عناوینی انجام میشه بالاخره کسی که داره ارز کردم شستشوی مغزی انجام میده که از آن نداره که اومده شستشوی مغزی بده از یه روکش استفاده میکنه در یک لباسی این رو قرار میده حالا اون لباس ها چی شستشوی مغزی در لباس آموزش و تعلیم و تربیت شستشوی مغزی در لباس اخبار و اطلاع رسانی شستشوی مغزی در لباس تبلیغات بازرگانی مارکتینگ شستشوی مغزی در لباس فعالیت سیاسی و حزبی شستشوی مغزی در لباس در واقع مجازات افرادی هستند جرمی مرتکب شدند دادگاه اونها رو محکوم کرده و در زندان اونها رو تحت یک سری فشارها قرار میدن که این میشه همون شستشوی مغزی به روش سخت که بعد باید, باید بهش جلسه آینده به توضیحش خواهم پرداخت پس ببینید شستشوی مغزی در لباس مختلفی تحت عناوین مختلفی انجام میشه کسی نمیاد به من و شما بگه من اومدم شما رو شستشوی مغزی بدم میگه من اومدم شما رو آموزش بدم حالا این آموزش و تعلیم و تربیت جنبه های مختلفی داره میتونه آموزش رسمی در مدارس و دانشگاه ها باشه میتونه آموز... تبلیغات مثلا دینی باشه کسانی که میخوان مثلا فرض بکنید آموزش دینی بدن تبلیغ دینی بکنن میتونه حتی حتی میتونه تحت عنوان مثلا آموزش فرهنگ و تاریخ و آداب و رسوم به وسیله والدین برای فرزندانشون باشه یعنی چی؟ یعنی این که خانواده هستن چون دغدغه آموزش فرهنگ، تاریخ، آداب و رسوم خودشون رو به نسل بعد دارن در قالب همین کار بچه هاشون رو شستشوی مغزی میدن یعنی باورهایی درباره آداب و رسوم و تاریخ و فرهنگ خودشون به نسل بعد منتقل میکنن که اینها با واقعیت های تاریخی اصلا جور در نمیاد این میشه مغزی پس ببینید شستشوی مغزی میتونه تحت عناوین مختلفی صورت بگیره قبل از اینکه حالا بحث رو ادامه بدیم من میخوام قدری بیشتر درباره مفهوم شستشوی مغزی براتون صحبت بکنم که اساسا این مفهوم این برین واشینگ از کجا آمد در تاریخچه ای که براتون خواهم گفت در گفتار بعد که شستشوی مغزی از طریق اقناع اجباری یا کورسی پرسویژن هست من به جنگ دو کره هم خواهم رسید ولی در اینجا میخوام مقدمتا ارز کنم که بله این عبارت بعد از جنگ دو کره ساخته شد و به طور کلی میتونیم بگیم که به طور کلی میتونیم بگیم که شستشوی مغزی دخالت در ساخت باورها و افکار و به نوعی کنترل ذهن با روش های توان با فریب و دسیسه هست این کار رو میگن شوست و مغزی حالا کسانی که میخوان این کار رو انجام بدن به دو طریق انجامش میدن یا این رو از طریق روش های تبلیغی انجام میدن ما به این میگیم شوست و مغزی با به کارگیری روش های نرم و یا اینکه به زور متوسل میشن که بهش گفتیم اقناع اجباری یا کورسیو پرسویژن میگه چرا شسوشوی مغزی به عنوان یک اصطلاح علمی شناخته نشده شاید به این موضوع تا کنون توجه نکرده باشید که آیا اساسا شسوشوی مغزی یک کانسپت علمیه یا این داره در دانشگاه روش کار میشه جواب منفیه چرا به خاطر اینکه استفاده از عبارت شستشوی مغزی مورد مناقشه هست در محافل علمی و آکادمیک کمتر از این عبارت استفاده می سعی می پژوهشگران کانسپت ها و مفاهیم دیگری نه اینکه این موضوع در دانشگاه مورد مطالعه قرار نمیگیره. توجه داشته باشید موضوع قابل مطالعه هست در روانشناسی در جامعه شناسی ارز می که مفهوم برین واشینگ یا شستشوی مغزی مورد توافق نیست که یعنی به صورت یک اصطلاح علمی تعریف نشده وقتی این حرف رو میزنیم یعنی چی؟ یعنی نه تعریف مشخص و دقیقی براش وجود داره و نه روش های سنجش و اندازگیریش به شکل علمی تدوین شده یعنی ما اساسا نتوانستیم یک تعریفی از شستشوی مغزی ارائه بدیم که مورد قبول و پذیرش باشه و قابل اندازگیری باشه چون وقتی صحبت از علم میکنیم علم یعنی اینکه استفاده از مفاهیمی که قابل اندازگیری باشه علم در معنای ساینس حالا همه که این روزها از علم استفاده میکنن بسیاری عبارت شستشوی مغزی رو مرتبط با احساسات به غلیان آمده و شبه علم یا سودو ساینس دونستن و به همین دلیل اون رو فاقد تعریفی دقیق و علمی دونستن و برخی هم ترجیح دادند از عبارتهای دیگری استفاده کنند یعنی موضوع براشون اهمیت داره موضوعیت داره ولی به جای برین واشینگ یا شسوشوی مغزی از کنترل ذهن یا مایند کنترل استفاده میکنند بعضی ها از عبارت اقناع اجباری یا کورسی پرسویژن استفاده میکنند پس موضوع تاثیرگذاری و نفوذ فریبکارانه در افکار و باورهای دیگران در رشته های دانشگاهی از جمله روانشناسی و جامعه شناسی مورد مطالعه و پژوهش هست ولی به خاطر اینکه شستشوی مغزی این کانسپت فقط نه این موضوع این کانسپت مورد اجماع نیست در به قول معروف محافل دانشگاهی سعی میکنن از عبارت دیگری استفاده کنن مثلا در رشته جامعه شناسی از سوشال اینفلوئنس استفاده میشه پس مشاجره بر سر مفهوم شست مغزی ببخشید از اینجا نشعت میگیره که این عبارت مورد قبول قرار نگرفته حالا چرا قرار نگرفته به خاطر اینکه در منازعات سیاسی و دعواهای ایدئولوژیک معمولا افراد به شکل اغراق آمیز و بدون اینکه شواهد علمی و آزمایشگاهی وجود داشته باشه اینو به کار گرفتن یعنی هر کس که با یک دیدگاهی با یک ایدئولوژی مخالف بوده اون رو متهم کرده که شما دارید مردم رو شستشوی مغزی میدید بدون اینکه شواهد علمی و آزمایشگاهی ارائه بشه پژوهشگران و اهل تتبع خودشون رو موظف میدونن از زبان علمی با مفاهیم روشن و تعریف شده استفاده بکن در حالی که مطالعه این پدیده موضوعی پذیرفته شده است همه قبول دارند که موضوع مهمیه باید روش کار بکنیم با این وجود عبارت شستشوی مغزی به عنوان یک اصطلاح علمی هنوز مورد قبول واقع نشده پس این هم نکته مهمی هست شستشوی مغزی چه انواعی داره کسانی که به کنترل ذهن افراد نظر دارند ارز کردم به دو روش نرم و سخت این کار رو انجام میدن در روش نرم کنترل ذهن از طریق تبلیغات یک سویه و مسموم یا همون پروپاگاندا انجام میشه و معمولا سوژه مورد بدرفتاری قرار نمیگیره تبلیغات میکنن از طریق رسانه ها از طریق تبلیغات دینی از طریق چه میدونم و روش هایی که به کار میگیرند به گونه ای هست که سعی میکنن اول سوژه رو جذب بکنن و بعد تبلیغات رو انجام میدن اینجا استفاده از روش های سخت اجبار معمولا مد نظر نیست برعکسش اتفاقا به کسی که بچه خوبی هست و شستشوی مغزی داده میشه حتی امتیازاتی هم ممکنه داده بشه در روش سخت که گفت در گفتار بعد بهش میپردازم بیشتر افراد تحت فشار قرار میدن شکنجه میکنن در زندان انفرادی قرار میدن کتکش میزنن بهش داروهایی می تزریق میکنن میدونید روش های استفاده میشه که ذهن اون رو به کنترل خودشون در به تسخیر خودشون در البته به این نکته باید توجه داشته باشیم که مطالعات نشون داده با این کارها نمیشه سیستم باور انسانها رو تغییر داد یعنی کمتر پیش میاد که شما بتونید میتونید اونا رو وادار به اعترافات اجباری بکنید یعنی بیان توی تلویزیون حرفهایی رو در برخلاف آنچه که در سالهای گذشته انجام داده اند بیان بگن خب این تحت فشار بوده اینقدر شکنجش کردن نگذاشتن بخوابه در زندان انفرادی اذیتش کردن بهش دارو خورندن هزار تا کار با این کردن که این داره اعتراف اجباری رو انجام میده ولی مطالعات نشون داده حد بعد از این دوباره اون فرد همون سیستم باور خودش رو حفظ میکنه حالا تحت فشار میاد اینها رو میگه و نمونه هاش رو در همین اصر کنونی زیاد میبینیم که افرادی از سر ناچاری و اجبار میان اعتراف اجباری میکنن و بعد از اون دوباره همون راه خودشون میرن پس کسانی که میخوان کنترل ذهن رو انجام بدن هم از تبلیغات فریبنده تبلیغات یک سویه استفاده میکنن هم رو میارن در فاز دوم میتونم بگم رو میارن به آزار و اذیت و شکنجه های روحی و زندان انفرادی و اینا یک جمله جورج اورول داره میگه که دیکتاتورها سعی میکنن مردم رو گول بزنن که میشه همون استفاده از تبلیغات فریبندی یا پروپاگاندا و اونایی که گول نمیخورن بهشون گلوله میزنن. حالا تعبیری که اورول به کار میبره میشه به نوعی همین دو نوع شستشوی مغزی که من خدمتون دارم توضیح میدم یعنی اینکه اگه با زبان خوش در اون مسیر ایدئولوژیک قرار نگرفت اونو تحت فشار قرار میدن که البته این روش بنیانگذارش میتونم بگم ها بودن و به خصوص لنین که در گفتار بعد در تاریخچه ای که خدمتون توضیح میدم به این موضوع خواهم پرداخت. پس مسئله چیه؟ مسئله برای بعضی از حکومت ها اینه که یا با زبان خوش مردم رو فریب بدن گول بزنن و اونهایی که با زبان خوش فریب نمیخورند به زور متوسل میشن خب این رو میدونیم همیشه انتخاب با کسی که میخواد کنترل ذهن انجام بده که نیست گاهی اوقات سوژه باهوشه متفکره فریب تبلیغات شما رو نمیخوره اینجا هست که فاز دوم در دستور کارشون قرار میگیره یعنی میرن سراغ شکنجه کردن زندان انفرادی و خشونت و از این طریق سعی میکنن که ذهن ها رو کنترل کنن حالا این بحث کنترل ذهن باید خیلی عزیزان وسیع بهش فکر کنید ذهن ذهن فقط باورها بیلیفز نیست فرایندهای ذهنی ما شامل بله باورها افکار اینا هست ولی این بخشی بخشی دیگرش اون شخصیت ماست منش ماست کرکتر ماست گاهی اوقات که نمیتونن باورها رو عوض بکنند شخصیت افراد رو تغییر میدن و من میخوام شما عزیزان در این دو گفتار به این موضوع بسیار بسیار مهم توجه بکنید افراد اهل اندیشه و فکر همواره برای حکومتهای تمامیتخواه که در صدد عقب نگه داشتن جامعه از نظر فکری هستند یه تهدید به حساب میاد همواره در گفتارهای مختلف خدمتتون ارز کردم حکومتهای توتالیتر از مردمی خوششون میاد از آدمایی خوششون میاد که کار میکنند و تفریح ساعتی رو سر کار باشند بقیهش هم برن تفریح کسی به دنبال کار فکری نباشه اهل اندیشه نباشه هم حکومت ها برخورد نامناسبی با افرادی که اهل فکر و اندیشه هستند ندارند هم برخی از ادیان شما میبینید در ادیان مختلف افرادی که اهل مطالعه هستند اهل کتاب هستند پرسشگر هستند تحت تاثیر تبلیغات ایدئولوژی که اونها قرار نمیگیرند اینها رو متهم به کفر و الهاد و فساد فی و نظایر اینها میکنن مثل سقرات مثل اسپینوزا شما اسپینوزا رو ببینید اینها چه بلایی به سرش آورد در گفتارهایی که به اسپینوزا خواهم پرداخت از دردهایی که این اندیشمند و متفکر کشید براتون خواهم کن. حکومت ها هم همینطور مثل عدیان سعی میکنن که به یه سری تکنیک ها متوصل بشن که از هان رو در اختیار بگیرن و اگه نتونن باز اونها هم همینطور شروع میکنن برچسب پای زدن و فرد رو گرفتار زندان و اعدام و این مسائل میکنن بحث این جلسه ما تمرکز بر شستشوی مغزی به شیوه نرم هست به توضیح بیشتر این مبحث می پرداز. ببینید روش های مرسوم در شستشوی مغزی به شیوه نرم این دوتا هست یا افراد جامعه رو قرار میدن در حباب معرفتی یا اپیستمیک بابل و یا از تکنیک ایکوچمبر استفاده میکنن که بهش میگیم اتاق پژواک در فارسی کنترل ذهن افراد معمولا از این دو طریق در دستور کار قرار میگیره در دانشنامه بریتانیکا پروپاگاندا به معنای دستکاری اطلاعات به منظور تاثیرگذاری بر افکار عمومی تعریف میشه اگه خاطرتون باشه خدمتون عرض کردم روند طبیعی اینه که بنده در جریان اخبار آن گونه که داره اتفاق میفته روی زمین قرار بگیرم و افکار من باورهای من بر اساس اونها ساخته بشه ولی اینجوری نیست سیستم های نهاد های رسانه های دستگاه های حکومت هستند که در این روند میان دخالت میکنن و این کار رو از طریق دستکاری اطلاعات انجام میدن خب در این نوع در واقع شسوشوی مغزی اطلاعات و ورودی های ذهن افراد رو کنترل میکنن میخوان ذهن رو کنترل کنن تا در معرض اطلاعاتی قرار بگیره که مورد تایید اوناست یعنی تو اخبار رو آنگونه ببین که من میخوام این میشه شیوه کنترل ذهن از طریق قرار دادن فرد در حباب معرفتی ببینید در گذشته که اینترنت نبود ماهواره ها نبودن تلویزیون نبود استفاده از روش اول خیلی راحت بود حکومت ها مثلا خیلی راحت میتونستن حتی روی امواج رادیویی که میشد از کشورهای دیگه گرفت روی اون هم پارازیت میانداختن و یه کشور در اختیارشون بود تو مشتشون بود از طریق چند شبکه تلویزیونی هر چی میخواستن به خورده مردم میدادن فلانی خیانت کرده و اونو توی تلویزیون میآوردند اعترافات اجباری هم میگرفتن مردم بیچاره هم باور میکردن که حتما همین بوده این میشه حباب معرفتی ولی با اومدن اینترنت شبکه های این کنترل برداشته شده البته هنوز هم تلاش میشه در کشورهایی که میخوان مردم رو شست و شوی مغزی بدن مثل چین اجازه دسترسی به اینترنت رو نمیدن به قول خودشون اینترنت درست میکنن در کشورهایی که حکومت به دنبال شست و مغزی هست یه روشش قرار دادن در حباب معرفتی حالا اینترنت اومده چی کار کنیم؟ یک راهی که برای اینها در واقع وجود داره اینه که خب اینترنت رو مسدود کنیم خب نمیشه اینترنت همه احتیاج دارن چیکار کار بکنیم؟ خب یک شبه اینترنت درست میکنیم یک اینترانت درست میکنیم اونجا ما کنترل میکنیم که چه اطلاعاتی بیاد ما میگیم که کدوم اپلیکیشن ها اونجا کار بکنه خب این میشه این, ف... این سیستم این سیستم میخواد شستشوی مغزی بده وگرنه شما آزاد بذار افراد در معرض عقاید مختلف قرار بگیرن و خودشون انتخاب بکنن حتی کسانی که با دیدگاه مثلا اسلامی این بحث ها رو دنبال می کنند حالا به چین کمونیست هم کار نداشته باشیم در خود قرآن گفته میشه که و بشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه یعنی کاری که اینا میکنن ضد آموزه هایی هست که خودشون بهش باور دارن یعنی اگر کسی اندیشه قرآنی رو قبول داره ما در چارچوب دیدگاه خودش بهش میگیم که خب اونجا هم که اینجوری میگه میگه بشارت بده به کسانی که به همه قولها گوش میکنن و بهترین رو می می قبول میکنن خب بذار همه دیدگاه ها مطرح بشه چرا به دنبال این هستید که راه ها رو ببندید پس یکی از رو در واقع روش هاشون قرار دادن جامعه در حباب معرفتیه در گذشته خب این فضا رو داشتند حالا که اینترنت آمده محواره ها اومدن این شکسته شده و اینها به دنبالن همچنان اون حباب معرفتی رو برای, خودشون داشته باشن حالا تکنیک دوم چیه؟ جایی که حباب معرفتی به طور صد در صد نمیشه ایجاد کرد متوسل میشن به اتاق پژواک در اتاق پژواک چیکار میکنن؟ میان با تبلیغات گسترده مردم بیچاره رو نسبت به اون کسانی که حرفی متفاوت میزنند بدگمان میکنن آبروشون رو میبرن سعی میکنن بهشون برچسب بزنن میگن که مثلا این منافقه این فراماسونره این چه میدونم القاب و حرفهایی که شما میشنوید در اینجا و اونجا این صهیونیسته این جاسوسه این از این حرفا میزنن خب با برچسب زدن به افراد به رسانه های دیگه سعی میکنن چکار بکنن تراست مردم اعتماد مردم رو نسبت به اون بنگاه خبری یا نسبت به اون رسانه زایل, از بین ببرن وقتی که این کار رو کردن اون موقع دوباره موفق میشن اینها برمیگردن به آغوش خودشون پس اول قرارشون بده در اپیستمیک بابل اگه نمیشه فعلا ابزارشون نداری که اینها رو در اون حصار قرارشون بدی تکنیک دوم استفاده از اتاق پژواک هست در اتاق پژواک اینها میان سعی میکنن که جامعه رو نسبت به اون کسانی که حرفی متفاوت میزنند بدبین کنند بدگمان کنند و به شایع سازی به دروغ پراکنی مشغول میشن تا افراد بگن که وقتی که بهشون بگیم که خب مثلا فلان شبکه تلویزیونی حرف دیگری زد درباره اتفاق امروز میگه نه بابا اینها که همشون یه مشت آدمای معلوم الحالی هستن دیگه یعنی از اونا قبول نکن همون روایت منو قبول کن این میشه دو روش مرسوم برای کسانی که میخوان دیگران رو شستشوی مغزی بدن یک قرار دادن در اتاق در حباب معرفتی دوم استفاده از اتاق پژواک ایکو چمبر روش های مرسوم در شستشوی مغزی به شیوه سخت هم باز روش های خاصی هست که جلسه در گفتار بعدی به آن خواهیم پرداخت ایجاد ترس و استراب شدید که به موضوع ترس به خصوص باید خیلی توجه بکنیم ترساندن باعث میشه که افراد چند دقیقه قبل خدمتون گفتم چی گفتم؟ گفتم که فقط که نمیخوان سیستم باورهای افراد رو تحت تاثیر قرار بدن آخه نمیشه شما یه نفر رو شکنجه هم بکنید باورهاش عوض نمیشه معمولا از طریق ترساندن و ارعاب شدید یک نوع استراب در افراد ایجاد میکنن و این باعث میشه که از نظر شخصیتی آدم های مبارز آدم های پرسشگر آدم های مطالبهگر مت... تبدیل میشن به یه مشت آدم ترسو که حق خودش رو نمیتونه بگیره یعنی از این طریق ذهنش به تسخیر در میاد نیازی نیست حالا هر باوری هم داره آدم ترسو هر باوری هم داشته باشه برای حکومت هیچ خطری نداره چون ترسو بره زندگیشو بکن حالا اینکه در مغزش چی میگذره اصلا برای اون مهم نیست خب ایجاد ترس و اضطراب شدید شکنجه و زندان انفرادی که در گفتار بعد خواهم گفت اون ترس رو اینها از کجا یاد گرفتن چه اتفاقی در روسیه افتاد پاولوف مقاله نوشت لنین این مسئله رو دنبال کرد این موضوع به صورت یک استراتژی بسیار مهم در اومد گفتار بعد بهش میپردازم استفاده از ش... شکنجه و زندان انفرادی استفاده از داروهای شیمیایی که اینها رو در گفتار بعد خدمتتون خواهم گفت تکیه بر احساسات و هیجانات هم در, در بکارگیری پروپاگاندا اهمیت زیادی داره پس اینها به مسئله احساسات و هیجانات توجه زیادی دارن ببینید بسیاری از افراد بیشتر از اینکه با اقلانیت با استدلال به قانعشون کرد میشه اونها رو به هیجان آورد و با تکیه بر این احساسات و هیجانات میشه اونها رو در اون مسیری که میخوایم ببریم جلو خب ارز کردم کسی که اهل تفکره کسی که استدلال میکنه با سیستم اقلانیت پیش میره خب شما نمیتونی اینو با تبلیغات فریب بدی چه کسی رو میشه با تبلیغات فریب داد؟ کسی که در او احساسات و هیجانات قوی باشه و متخصصان پروپاگاندا میدونن که چگونه هیجانات و احساسات انسانها رو برانگیزند تا تصمیم های غیر اقلانی بگیرن و به شیوه های غیر رفتار کنن احساسات اینها رو برمیانگیزند و بعد اینها کارهای غیر اقلانی میکنن که حالا نمیخوام اینجا مثال هاشو بزنم خب این کار یعنی تکیه بر احساسات و هیجانات در بکارگیری پروپاگاندا از طریق تمسک به حس ناسیونالیستی افراد انجام میشه یا به احساسات مذهبی بعضی آدم ها خیلی حس ناسیونالیستی قوی دارن زیاد مذهبی نیستن اینا رو وقتی میخوان شوی مغزی بدن اینا رو وقتی میخوان با تبلیغات برانگیزن و در مسیر خاصی قرار بدن به این حس ناسیونالیستیه خیلی توجه میکنن و از این بهره لازم رو میگیرن تا فرد رو در مسیری که اونا میخوان قرار بدن بعضی ها حالا حس ناسیونالیستیشون هم کم و بیش وجود داشته باشه احساسات مذهبی خیلی قویی دارن خب اون هم باز جای خیلی خوبیه برای این مروجان و متخصصان پروپاگاندا از اینا استفاده میکنن مثلا شما هیتلر رو نگاه بکنید دست گذاشت روی حس ناسیونالیستی مردم آلمان و توده های عظیمی رو با سخنرانی های حیجان برانگیزش به وجد می آورد. هیتلر خب می دونیم همه استاد فن خطابه بود و توده های مردم رو با اون سخنان پر هیجان و در این حال حالا تو خالی تحریک می کرد و در مسیر اهداف شوم خودش قرار میداد. اگه کسی بتونه کنترل احساسات و هیجانات مردم رو به دست بگیره به راحتی میتونه اونها رو ملعبه دست خودش بکنه به خاطر اینکه افراد معمولا احساسات و هیجانات خیلی قوی دارن ولی از اون طرف در داشتن اقلانیت در درجات بالا ما در جوامع این رو کمتر میبینیم و به همین دلیل اینجا جاییه که جامعه آسیب پذیره هم حس ناسیونالیستی هم احساسات مذهبی این دوتا رو در واقع مد نظر دارند جاهایی که احساسات مذهبی قویه از طریق مدداهی ها شما دیدید بعضی مداحی ها رو مثلا چقدر اینها کارهای غیر میکنند لباس هاشون رو در میارن لخت میشن چه میدونم به خودشون آسیب وارد میکنن قمه میزنن چه کارهایی میکنن خب این آدم اصلا عقلش کلا تعطیل شده کلا و اینا میان و از این سبک استفاده میکنن کاری که یه مداح میکنه همون کاریه که هیتلر میکرد حالا اون با سخنرانی با مدایی تهیج افکار اون اف مردم کنترل ذهنش رو به دست میگیره و بعد میتونه این رو وادار به هر کاری هم بکنه یه جمله ولتر داره میگه کسی که بتونه شما رو معتقد به چرندیات بکنه به راحتی هم میتونه شما رو به کارهای غیر و خشونت وادار بکن این دو روش به کار گرفته میشه پس باید تکیه بر احساسات و هیجانات در بکارگیری پروپاگاندا رو بهش توجه کنیم و به خصوص اونجایی که دست میذارن روی حس ناسیونالیستی فرد یا روی احساسات مذهبیش اینجا افراد آسیب پذیرن خب بریم یک کم به تاریخچه پروپاگاندا بپردازیم اولین بار اصلا چه کسی کلمه پروپاگاندا رو استفاده کرد ببینید کلمه پروپاگاندا در زبان لاتین اصلا معنی بدی هم نداره بار معنای منفی نداره پروپاگاندا یعنی تبلیغات تبلیغات در معنای متعارفش خب اولین کسی که از این کلمه استفاده کرد از این کانسپت استفاده کرد و اون رو برای تبلیغات مذهبی به کار برد پاپ اعظم در سال 1622 بود این نهادی تأسیس کرد برای تبلیغات دینی که اسمش رو گذاشت کنگره تبلیغات دینی Congregation for the Propagation of the Faith ببینید برای فیث، برای ایمان، برای تبلیغات دینی و همانطور که عرض کردم در زبان لاتین چون این کنگره عنوانش به لاتین بود اساسا در این زبان معنای منفی نداره بار معنای منفی یا معنای زمینی بدی نداره هنوز هم بعضی ها در این زبان برای تبلیغات بازرگانی ازش استفاده می خب حالا این نهادی که این پاپ اعظم در 1622 تأسیس کرد چه وظیفه ای داشت وظیفه تبلیغات دینی تشویق افراد به اینکه به آین مسیحیت رو بیارن رویدن به آین مسیحیت در دستور کار این مبلغان بود گفت یه سری آدم ها رو بیارید آموزش بدید که برند و مردم رو دعوت کنند که به آین مسیحیت بپیوندن خب اشکالی که وجود داره در تبلیغات مذهبی به طور کلی اینه که معمولا رعایت بیطرفی نمیشه چون اون مبلغ مذهبی میاد و به شیوه ای با اون نیت خیری که حالا در ذهن داره میگه که من قصدم خیره میخوام مثلا مردم رو به راه راست هدایت بکنم حالا اگه یه کم کم و زیاد هم شد مشکلی نیست نیت من به قول معروف الاعمالو به نیت. نیت من پاکه من نیت خیر دارم و اینها به خاطر این مسئله از افزودن و کاستن ابایی ندارن خب در ابتدای ارازم خدمتون گفتم روال طبیعی باید این باشه که ما در جریان واقعیت های جهان حالا چه واقعیت های جهان طبیعت چه رویدادها قرار بگیریم و ذهنمون رو و باورهامون رو بر اساس واقعیت ها شکل بدیم اینها اینجا میان اینا رو کم و زیاد میکنن بنابراین تبلیغاتی که اینها ارائه میکردن تو با کذب بود حقیقت رو دستکاری میکردن واقعیت ها رو آنگونه که بود مطرح نمی کردن. خب میدونید برای این گروه این که عرض می کنم مراقب باشیم نه فریب بخوریم نه فریب بدیم برای این گروه هدف وسیله رو توجیه میکنه اینا میگن چون ما نیتمون خیره حالا اگه کسی رو مثلا مثلا مطلبی رو حالا یه مقدار کم و زیاد هم بکنیم ما گناه نکردیم ما کار بدی نکردیم از این رو شما میبینید که مبلغان مذهبی به میزان خیلی زیادی از ر... روایات جعلی استفاده میکنن و با این روایات جعلی مردم رو شستشوی مغزی میدن جامعه ای ایران در 500 سال گذشته یعنی از شروع صفبیه متاسفانه آلوده به این مصیبت شده من این رو به صورت یک ادعایی از طرف خودم مطرح نمی کنم مرتزا متحری که مورد قبول بسیاری از برحال دینداران هست او میگه میگه که تبلیغات دروغین به وسیله روزخانهای شیعه بعد از اینکه کتاب روزت و شهدا منتشر شد 500 سال پیش و متحریب به کتاب روزت و شهدا میگه کتاب دروغ کتاب دروغ میگه این کتاب حاوی داستانهای دروغین درباره حادثه کربلاست و از زمانی که کسانی بالای منبر رفتن و این دروغ ها رو به خورد مردم دادند به اینها گفته شد روزخان اساسا چرا به اینا میگن روزخون؟ به خاطری که کتاب روزت و شهده رو میخوندن و متحری میگه بعد از اون اتفاقی که 500 سال پیش افتاده حدود 100 سال پیش هم ملای دربندی اومد یه ورژن جدید از روزت و شهده ارائه داد و به دروغ های کتاب روزت و شهده افزود خب و با این کار فصل جدیدی از خواندن افسانه های دروغین برای مردم شروع شد پس شما میبینید که در قالب در لباس تبلیغات دینی مردم رو شستشوی مغزی میدن داستان هایی رو تعریف میکنن که اصلا اتفاق نیفتاده پس وقتی به تاریخچه پروپاگاندا میپردازیم میبینیم که تبلیغات دروغین با انگیزه دینی و مذهبی شروع شد اول پاپ اعظم تشکیل اون در واقع نهاد و بعد شما میبینید در ادیان مختلف این اتفاق افتاده حالا رفته رفته این کار کرد این کار کرد تبلیغات برای فریب از هان و شستشوی مغزی دادن این به حوزه سیاسی هم کشیده شد یعنی کسانی که سیاستمدار بودند حاکم سیاسی بودند در اونها هم این اشتها ایجاد شد که خب اگه دینداران میتونن شست و شروع مغزی بدن چرا ما ندیم ما هم به هر حال میخوایم حکومت بکنیم میخوایم در قدرت باقی بمانیم سیاست یعنی چی سیاست یعنی علم کسب قدرت و حفظ آن کسی که سیاست ورزی میکنه در واقع داره این کار رو میکنه و اونها هم میخوان قدرت خودشون رو حفظ بکنند برای اینکه مردم ناراضی نشن یا اگر نارضایتی های زیادی وجود داره در واقع سر به شورش بر ندارن بهترین راه اینه که مردم شسوشوی مغزی داده بشن از اینجا شما میبینید رفته رفته عبارت پروپاگاندا شسوشوی مغزی از طریق تبلیغات که کار تبلیغات دینی بود میاد در حوزه سیاسی و اونها انتشار سیستماتیک اطلاعات اعتقادات و نظرات رو در دستور کار خودشون قرار میدن با استفاده از قدرتی که دارن با استفاده از رسانه هایی که در اختیار دارن گای اوقات در, در واقع بحث داخلیه گاهی اوقات هم اینترنشنال. بین الملالیه. یعنی در هر دو حوزه سیاست مداران از این ابزار استفاده کردن و میکنن هم مردم خودشون رو فریب میدن هم در عرصه بین المللی جایی که جنگ های عقیدتی برپا میشه اونا سعی میکنن که از تکنیک از این پروپاگاندا استفاده بکنن شما مثلا میبینید در جریان در دوران جنگ سرد که توفنگ ها رو کنار گذاشتن ولی نزاع رو کنار نگذاشتن یک جنگ عقیدتی بین دنیای غرب و دنیای شرق بلوک غرب بلوک شرق درگیری یک جنگ عقیدتی شد این در دوران جنگ سرد این اتفاق افتاد و حکومت ها گفتن حالا خیلی دغدغه تصرف سرزمینی نداریم نمیخوایم بریم یک سرزمینی رو از طرف مقابل اشغال کنیم ولی میخوایم ایدئولوژی طرف مقابل رو منهدم بکنیم اینی که کمونیست ها سعی کردند اون اندیشه در واقع چپ سعی میکرد غرب رو منکوب بکنه با نوشتن کتاب و بحث های روشنفکری و اینها و غربی ها هم به همین ترتیب سعی می بلوک شرق رو از نظر عقیدتی شکست بدن پس بحث از تبلیغات دینی شروع میشه در پروپاگاندا وقتی تاریخچه رو نگاه میکنیم بعد میاد در عرصه سیاسی در عرصه سیاسی هم هم برای داخل، مصرف داخلی داره هم مصرف بین حالا در ابتدا عرض کردم که کلمه پروپاگاندا خیلی معنای منفی و بدی نداشت ولی کم کم این سیاست مداران و اون مذهبی ها بلایی به سر این کلمه آوردن که دیگه کم کم به صورت یک لفظ موهن با بار معنایی منفی شد مثلا اقدامات تبلیغی که آلمانی ها نازی ها در آلمان انجام دادند، شما مثلا اینها به خوبی میتونستن از روش های شستشوی مغزی استفاده بکنن بسیاری از مردم آلمان قانع شده بودند که حق با هیتلر هست باید بریم جهان رو بگیریم همونطور که امروز شما اگه امروز در روسیه انتخابات برگزار بشه پوتین رأی میاره به خاطر اینکه اینها موفق عمل میکنن در شستشوی مغزی خودشون رو حق جلوه میدن میرن کشورگوشایی میکنن مشک میزنن زن و بچه مردم رو میکشن به قراردادهای بین المللی که قبلا خودشون امضا کردند و قلمرو سرزمینی مثلا اوکراین رو پذیرفتند امضای خودشون پای اون هست اونو زیر پا میذارن و خیلی ها هم ازشون طرفداری میکنند به خاطری ای که اینها شستشوی مغزی میدن مردم رو آلمانی ها هم این کار رو کردن تا هیتلر در جنگ شکست نخورد بسیاری از مردم آلمان با اون اندیشه همراهی کردند حالا امروز وقتی صحبت از جنگ جهانی دوم میشه همه مثلا هیتلر رو لعنت میکنن انگار مثلا یه آدمی بوده تنهایی تونست این کارها رو بکنه نه خیر میلیون ها نفر شستشوی مغزی داده شدند و اقدامات غیر اخلاقی آلمان نازی رو تایید میکردند واقعا خودشون رو قوم برتر نژاد برتر می دونستن. پس کلمه پروپاگاندا که اولین بار در معنای آموزش آموزش دقت کنید هیچکس نمیگه من میخوام شما رو شستشوی مغزی بدم در معنای آموزش به وسیله کاردینال ها به کار گرفته شد کم کم اومد و امروز ما وقتی کسی میگه پروپاگاندا به تبلیغات دروغین فکر میکنیم و دیگه اون معنا رو از دست داده در تعریفی دیگر از پروپاگاندا اونو انتشار اطلاعاتی که حاوی وا... واقعیت ها تحلیل ها شایعات و مطالب کذب هست به گونه ای که تأثیر به خصوصی بر افکار عمومی دانش... داشته باشه دونستن پس پروپاگاندا یک تلاش سیستماتیک برای دستکاری و کنترل باورها نگرش ها و رفتار مردم با بهرهگیری از نشانه هاست در اینجا میخوام به بحث نشانه ها بپردازم از چه نشانه هایی از چه سیمبل هایی استفاده میشه در بحث پروپاگاندا نشانه ها ممکنه واژگان باشه ممکنه تصاویر باشه ممکنه موسیقی مجسمه ها بناهای تاریخی بنرهای تبلیغاتی اینها همه سیمبل هایی هستند که برای پروپاگاندا ازشون استفاده میشه سخنرانی های سیاسی آگهی های تبلیغاتی فعالیت های تبلیغ مذهبی اینها همونطور که ارز کردم اشکال مختلف پروپاگاندا هستن که در هر یک از اینها اطلاعات به صورت گزینشی سلکتیو و با برنامه به مخاطب داده میشه یعنی آنگونه که واقعیت در دنیای واقع اتفاق میفته نه به صورت گزینشی پس ببینید چند تا مفهوم رو در کنار هم قرار بدیم به شستشوی مغزی به روش نرم که میگیم با همون تبلیغات هست دست پیدا میکنیم یکیش اینه که دستیسهی فریبی در کاره یکی این که سلکتیو گزینشیه همه واقعیت رو به مردم نمیگه. خب تا قبل از مثلا قرن بیستم تصاویر و رسانه های نوشتاری ابزار اصلی پروپاگاندا بودن خب بعدا که رادیو و تلویزیون آمد فیلم اومد سریال ها اینترنت بعدش اینها اضافه شد تبلیغاتی های معاصر به هر حال به میزان پولی که خرج کنند و خلاقیتی که البته به خرج میدن میتونن از طیف وسیعی از نشانه ها و سمبول ها استفاده کنند تا پیام خودشون رو منتقل بکنن دقت کنید گفتم حس ناسیونالیستی و احساسات مذهبی رو این دوتا دست میذارن این نشانه ها هم در این راه بسیار کاربرد داره برشون برای همینی که از مثلا ژست های نظامی استفاده میشه از سرودها، از شعارها، اینها همه یونیفرم های مخصوص پرچم اینها همه میاد و جزوه نشانه هایی مورد استفاده قرار میگیره که برای پروپاگاندا لازمه پس سمبول ها چی هستن؟ سمبول ها اون نشانه هایی که برای مخاطب مورد نظر اون معنا رو داره یعنی وقتی که شما اون پرچم رو استفاده میکنی داری یک پیام بهش میدی و اینکه اون از این پرچم استفاده کنه یعنی اینکه تحت لوای شما قرار گرفته پس این سمبل ها این معنا و این کارکرد رو در عالم تبلیغات و پروپاگاندا داره حالا اینکه نشانه ها اینترنشنال باشه در سراسر سر جهان یکسان باشه نه نیست مثلا صلیب شکسته که آرم نازی های آلمان بود برای مردم دیگر نقاط جهان معانی دیگری داشت اینجوری نیست که یک مثلا سمبول اینترنشنال باشه برای همه یک کاربردی داشته باشه نه اینجوری نیست برای مسیحی ها سلیب نمادی،, نمادی, آرامش بخشه برای مثلا داس و چکش برای مثلا گروهی دیگر هلال ماه برای مسلمان ها گاو برای هندوها لوتوس برای بودایی این ها اینها همه نمادهایی هستند که در گوشه و اطراف جهان میبینید که دارن استفاده میشن و مورد استفاده قرار میگیرن به عنوان ابزارهای پروپاگاندا استفاده از شبکه های اجتماعی بعد از اینکه حالا گفتیم اول بیشتر نوشتاری بود از طریق کتاب روزنامه ها سعی کردن کنترل ذهن رو به دست بگیرن ولی بعدا که حالا رادیو آمد تلویزیون آمد اینترنت آمد امروزه دیگه شبکه های اجتماعی دارن این نقش رو ایفا میکنن شما به فراوانی شستشوی مغزی رو دارید در سوشیال میدیا میبینید و هر روز به هر حال ابزارهای جدیدتری در اختیارشون قرار میگیره که مردم رو شستشوی مغزی بدن ولی خب هنوز هم اون در واقع نمادهای باستانی کارکرد خودشون رو دارن مثلا بناهای یاد بود معابد حرمها اینها همه نشانه مثلا عظمت بود در طول تاریخ و هنوز برای پروپاگاندا ازشون به عنوان یک سمبل استفاده میشه استفاده از فن بیان و سخنرانی به هر حال از جمله تب... تکنیک های تبلیغاتی بوده که از 500 سال قبل از میلاد مسیح در یونان باستان مورد توجه بود و کسانی وجود داشتن سوفیست ها که اینها از مقالطه استفاده می و می دیگران رو متقاعد بکنند و دوباره اینجا هم شما به نوعی بحث فریب رو میتونید ببینید و خب در مقابل این روی کرد هم آموزگاران اخلاق مثل سکرات بعد از او افلاتون و ارسطو تلاش کردند که با این روی کرد به نوعی مبارزه کنند. قصد و غرض داشتن و دستکاری اطلاعات پروپاگاندا رو از انتشار و تبادل اطلاعات به شکل صادقانه متمایز میکن قصد و غرض داشتن کسانی که از پروپاگاندا استفاده میکنن اهداف به خصوصی در سر دارن و در جهت نیل به اون اهداف میان عمدن داده هایی رو استفاده میکنن تحلیل هایی رو استفاده میکنن که بیشترین تاثیر رو بر مخاطبش داشته باشه یه چیزهایی رو کم میکنن یه چیزهایی رو زیاد میکنن یه جاهای دروغ میگن و سعی میکنن که با این ترفندها خلاصه کنترل ذهن مردم رو به دست بگیرن پس قصد و قرض داشتن و دستکاری اطلاعات پروپاگاندا رو از انتشار و تبادل اطلاعات به شکل صادقانه متمایز میکنه چون وقتی صحبت از شستشوی مغزی به شیوه نرم یا همون استفاده از تبلیغات میکنیم باید دائما متذکر بشیم که خب چه کاری تبلیغات، چه کاری اطلاع رسانیه چه کاری آموزش هست و چه کاری شستشوی مغزی این مسئله باید مورد توجه قرار بگیره گزینشی عمل کردن گفتیم اینا سلکتیو دیگه گزینشی عمل کردن اون هم از روی غرض ورزی است که پروپاگاندا رو از آموزش به شیوه متعارف متمایز میکنه تو ممکن این سوال پیش بیاد خب الان نکنه بنده هم با همین کانال در صدد شستشوی مغزی مخاطب خود باشن از کجا معلوم از کجا شما میتونید بفهمید که فلانی هم با صحبتهایی با گفتارهایی که میگذاره نکنه که داره خودش هم شستشوی مغزی میده ببینید آموزش به شیوه متعارف اینه که جنبه های مختلف مسئله مطرح و زمینه بحث ایجاد بشه به دیدگاه های مختلف احترام گذاشته بشه وقتی داری دیدگاه ها مثلا اون سمت رو تعریف میکنی به گونه ای بگی که اصلا فکر کنه یکی شما رو نشناسه فکر کنه و شما طرفدارشی بارها شده این اتفاق بر ما میفته چون سعی میکنیم ادب رو رعایت بکنیم انصاف رو رعایت بکنیم مردم هم عادت دارن کسی وقتی دیدگاهی رو قبول نداره باید حتما اون رو به لجن بکشه چون این عادت در افراد ایجاد شده وقتی میبینن شما این کار رو نمی کنی خیلی با ادبیات مثلا آری از هر نوع خشونت و بدگمانی و توهین و تحقیر داری مطلبی رو توضیح میدی میگن که نه بابا با این انسان طرفداره این از خودشون چون عادت کردم که حتما شما با کسی با اندیشه ای که مخالف هستی باید اون رو بکوبی یعنی میتونم بگم که عادت کردن شستشوی مغزی داده بشن در آموزش به شیوه متعارف آموزش اصیل جنبه های مختلف مسئله مطرح میشه و زمینه بحث پیرامونش ایجاد میشه بنده سعی کردم هم و این کار رو ادامه خواهم داد هم خواهم گفت که مثلا ابن سینا چی میگه فارابی چی میگه ملا صدرا چی میگه مولانا چی میگه همه ای اینها رو از یه طرف حالا آشنایی با اندیشه های مشرق زمین از این سمت کانت چی میگه ویتگنشتاین چی میگه بعدا اسپینوزا چی میگه همه رو مطرح کن انتخاب با شماست این میشه آموزش هیچ دسیسه ای در کار نیست که ما مثلا داریم این کار رو میکنیم که مثلا مردم اینجوری فکر کنن تا به نفع ما بشه اصلا ما نفعی اینجا نداریم میتونیم بگیم تنها نفعمون اینه که طرفدار اقلانیت هستیم امید. در آموزش به شیوه متعارف چون خیلی مهمه این تمایزها رو دادن که آدم بدونه کجا آموزش دارن میدن کجا شسوشوی مغزی گفتیم یکی از پارامترهایی که در نظر گرفته میشه که آموزش رو به شیوه اصیل انجام میده اینه که جنبه های مختلف بحث مطرح از اون مهمتر چیه؟ از اون مهمتر اینه که امکان قبول و پذیرش وجود داره امکان شک و عدم پذیرش هم وجود داره این شما میتونی قبول کنی میتونی قبول نکنی اگه شما حرف بنده رو قبول نکنی من نمیگم شما فاسدی شما مثلا مغرزی به شما یه برچسب بچسب میگم شاید شاید من اشتباه میکنم شاید ایشون درست میگه پس هم امکان قبول و پذیرش وجود داره هم امکان شک و عدم پذیرش وقتی کسی به چیزی رو آموزش میده وقتی کسی تبلیغاتی رو میکنه عمدن باهاش مخالفت کن عمدن باهاش مخالفت کن اگر عصبانی شد میخواست شما رو شد شوی به خاطر اینکه آموزش اصیل، تبلیغات اصیل. اینه که شما امکان پذیرش و قبول از یه طرف امکان شک و عدم پذیرش از سوی دیگر رو به شما بده. نه اینکه به شما بگه اگه قبول کردی من چی میگم آدم خوبی هستی. اگه قبول نکردی به درد نمیخوری. این آموزش نیست، این شوسوشوی مغزیه. در آموزش بشی به شیوه متعارف و اصیل معمولا مزایا و نقایص حالا از هر طرف بدون غرضورزی توضیح داده میشه شما ببینید در دانشگاه دانشجوی ارشد یا دکتری که میخواد پایان نامه ای رو بنویسه مگه نباید فصل دوم پایان نامه تماما اختصاص داده بشه به ریویو لیترچر در ریویو لیترچر دانشجو باید چه کار بکنه باید بره تمام کارهایی که شده تمام نظریاتی که ارائه شده موافق و مخالف هر کس درباره این موضوع مورد پژوهش حرفی زده باید اینجا آورده بشه این میشه آموزش به شیوه اصیل که نظرات موافق و مخالف مطرح بشه اینا چی میگن اونا چی میگن حالا اگر تلویزیونی رسانه‌ای نمیذاره مخالفش بیاد حرف بزنه خب میخواد شستشوی مغزی بده شما بذار اونم بیاد حرفشو بزنه چند نفر رو میارن اینا بگن اونا چی میگن نظرشون چیه داره شستشوی مغزیت میده خودشو بیار حرف بزنه اگه راست میگی پس وقتی میخوای ببینی چه کسی داره تبلیغات میکنه در مقابل چه کسی داره شستشوی مغزی میده چه کسی داره آموزش میده در مقابل چه کسی که داره میخواد شسوشو مغزی بده اینا ملاک هاست در آموزش اصیل و عمیق این تلاش صورت میگیره افراد خودشون جمع اصلا برن اطلاعات رو جمع آوری کنن خودشون هم برن این کار رو انجام بدن شما وقتی یه پژوهش انجام میدی چرا باید روش تحقیق تو واو به واو توضیح بدی که دقیقا من چه کار کردم چگونه این تحقیق رو انجام دادم چه نوع پرسشنامه استفاده کردم یا اگه در علوم تجربی باشه چه ابزارهایی چه وسایلی با چه شرایطی استفاده کردم برای چی؟ برای اینکه اگه بنده شک کنم که این نتیجه درسته یا نه بتونم برم این تحقیق رو انجام بدم ببینم به همون نتیجه که شما رسیده من هم میرسم یا نه این میشه آموزش به شیوه اصیل یعنی کس دیگری هم بتونه بره این کار رو انجام بده ولی آموزش به شیوه مخشویی سعی میکنه افراد فقط یک روایت و تحلیل رو بشنون هر کس مانع میشه که ما دیدگاه مخالف رو بشنویم بدون تعارف میخواد ما رو شستشوی مغزی بده کسی که پارازیت میندازه داره میخواد شستشوی مغزی بده بهش اعتماد نکن کسی که فیلتر میکنه اینترنت رو میخواد شستشوی مغزیت بده حرفشو نپذیر هر چی ضرر کردی بیا از من بگیر کسی که راه های تحقیق رو بر روی بشر میبنده در صدد شستشوی مغزیه کسی که میخواد اینترنت رو جمع کنه اینترنت بیاره میخواد شستشوی مغزی بده پاروف هم نداره حالا میان مثلا میگن طرح سیانت از فلان نه دیگه همش بازی دادنه میخوان مردم رو در حصار قرار بدن تا امکان تفکر آزادانه و از روی اختیار وجود نداشته باشه فقط روایت اونها رو بپذیر و کسی هم که این روایت رو نپذیره این تحلیل رو نپذیره براش عواقبی داره ببینید اینها همه دارم در واقع کدها رو دارم بهتون میدم که از کجا میتونیم بفهمیم شاخص ها چیه که کسایی میخوان ما رو شستشوی مغزی بدن کسی که روایت اینا رو نپذیره استخدام نمیتونه بشه اگه شغلی داشته باشه شغلش رو از دست میده اگه استاد دانشگاه باشه عذرش رو میخوان ببینید اینا دیگه اینا همه نشانه است که این سیستم این کار پروپاگانداه این کار به دنبال شستشوی مغزیه نظر مخالفش رو قبول نمیکنه که به هیچ طرزی مطرح بشه کسی که نظری مخالف اونا میده اونها رو از یک سری امکانات محروم میکنن این میشه کسی که داره شستشوی مغزی میده مروجان پروپاگاندا از اینکه مردم دیگر اقوال رو بشنوند اصلا خشمگین و عصبانی میشن داد و فریادشون در میاد در حالی که شما اگر رسالتتون ابلاغ حرف حق و درست هست به وظیفه خودتون عمل کنید و بعد کنار بنشینید حتی در قرآن هم که کتاب مقدس مسلمانان است و این آقایون خیلیاشون ادعای مسلمانی دارند در قرآن هم به پیامبر گفته میشه تو ابلاغ تو بکن تو بعد از اون دیگه هیچ وظیفه ای نداری برو کنار بشی ولی خب میبینیم که به این شکل نیست راهکاری که وجود داره اینه که همه با این بحث ها آشنا بشن همه با در واقع مباحثی که در زمینه تفکر نقادانه هست آشنا بشن و افراد جامعه خودشون بتونن سره رو از ناسره تشخیص بدن اگه کسی دنبال شسوشوی مغزی ما هست ما اون رو متوجه بشیم بشناسیم دیگه اینا همه شاخص هایی هست که من سعی کردم با سراحت خدمتتون بیان بکنم کسی که به این کارها دست میزنه هیچ کس که نمیاد تو پیشونی خودش بنویسه من اومدم شما رو شستشوی مغزی بدم نمیگذاره که شما به اطلاعات مختلف در زمین های مختلف دسترسی پیدا کنید در صدد ایجاد یک حباب معرفتیه حالا باید به این موضوع هم توجه داشته باشین که یکی از اصلی ترین پوشش ها برای شستشوی مغزی اینه که افراد ادعا میکنن میخوان روشنگری کنن و مردم رو به راه راست به راه صحیح هدایت میکنن خب اینا چی میگن؟ شما وقتی به اینا میگی خب شما چرا فیلتر میکنی؟ چرا پارازیت میندازی؟ بذار مردم اقوال مختلف رو بشنون اینها دیگه به قول معروف میگن از کاتولیک تر از پاپ در حالی که خود قرآن میگه انا هدینا سبیل اما شاکرن و اما کفورا ما راه راست رو به شما نشون دادیم شما دوست دارید ایمان بیارید دوست ندارید نیارید یا اونجایی که میگه و بشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه بشارت باد بر کسانی که به همه اقوال گوش میکنند و بهترین رو میپسندند و, می... و دنبال میکنند اینا میگن نه نه اگه ما راه ها رو نبندیم مردم گول میخورن مردم رو فریب میدن کسی که این حرف رو میزنه داره به طور زمینی میگه مردم گوسفندن فریبشون میدن شبکه های خارجی معاندین فلان فلان اینها و من میخوام مردم رو به راه راست هدایت بکنم میخوام جلوی انحرافشون رو بگیرم اینا ادعا میکنن شنیدن دیگر اقوال و تحلیل ها باعث گمراهی مردم میشه ببینید این تحت این در واقع پوشش ها این حرف ها رو میزن که ما بله ما میخوام روشنگری کنیم مردم رو ببریم بهشت و اینها کسایی هستند خب اگه منحرف باشن بذارید مردم خودشون تشخیص بدن شما هم البته اطلاع رسانی کنید شما هم با تمام توشه و توانتون بله روشنگری کنید ولی مانع شنیدن حرف دیگری نشید بذارید شاید شما دروغ میگید مردم این در واقع امکان رو براشون فراهم کنید پس مروجان پروپاگاندا این رو تحت این عنوان که ما میخوایم روشنگری کنیم اینها اگر دیگر اقبال رو بشنوند گمراه میشن حالا اگه ما هم یه جاهایی کم و زیاد میکنیم باز نیتمون خیره ما آموزشگران حقیقی هستیم حالا یه جاهایی ممکنه مثلا یه چیزی هم کم و زیاد بشه نیت ما خیره قربانیان پروپاگاندا سخنان این نوع از آموزشگران رو هم اونا هم حقیقتی غیر قابل انکار میدونن و میگن که نه اینها روشنگران واقعی اینها هستند خودشون هم قربانی شدن دیگه و میپذیرن حرف این گروه رو قبول میکنن یک نمونه بارز از شستشوی مغزی رو شما میتونید در فرقه هایی ببینید که در گوشه و کنار جهان پیدا میشن این بحث فرقه ها کالت ها خیلی مطرحه به خصوص در آمریکا لیان فستینگر که بر روی پدیده ناهمانگی شناختی کاگنیتیو دیزننس در دانشگاه مینسوتا کار میکرد درباره باورهای یک فرقه شنید به نام خانم کیچ راجب این مطالبی رو خوند خیلی تعجب کرد که چگونه ممکنه در این دوره و زمانه مثلا آدمایی پیدا بشن که تحت تاثیر رهبر خودشون تعلیماتی که به اینها داده این خانم چه تعلیماتی میداد این باور رو در این باور رو در طرفدارانش ایجاد کرده بود که آخر از زمان نزدیک یک تاریخی را مشخص کرده بود در این تاریخ کار جهان به اتمام میرسه ولی یک سفینه ای میاد پایین و کسانی که اون نیمه شب که میخواد دیگه بعد از اون جهان از بین بره کنار من باشن و سوار اون سفینه بشن اینها نجات پیدا میکنن و بقیه مردم جهان نابود میشن بلا فاصله طوفان و سیل و زلزله و همه چیز با هم درگیر میشه و دیگه امکان حیات بر روی زمین نخواهد بود این رهبر این آموزش ها رو به این طرفدارانش داده بود مدت ها رو اینها کار کرده اینها رو شستشوی مغزی داده به اون تاریخی که ایشون مشخص کرده بود که نزدیک شد افرادی که شستشوی مغزی داده شده بودند همسران و خانواده خودشون رو ول کردند از کارهاشون رفتن استفاده دادن گفتن دیگه ما نمیایم سر کار شما هم مطمئن باشید از مثلا نیمه شب فلان تاریخ دیگه جهانی نخواهد بود کاری نخواهد بود به این شکل اینها باور کرده بودند برای لیان فستینگر که یک پژوهشگر بود خیلی جالب بود که بره این مسئله رو مورد مطالعه قرار بده از نزدیک برای اینکه این کار رو این فرصت رو برای خودش ایجاد بکنه رفت خودش رو بهم، البته به همراهی دستیارش دوتایی رفتن خودشون رو جزو پیروان این فرقه جا زدن رفتن بین این گروه ببینن اینا چیکار میکنن در بین اینها بودند و اینها هم منتظر که حالا اون سفینه یا بشقا پرنده هر چیزی از آسمان بیاد و اینها رو نجات بده و بعد از اونم فستینگر میگفت که من منتظر بودم که میدونست که این اتفاق نخواهد افتاد رفته بود بین این باورمندان خودش رو جا زده بود میخواست ببینه بعد از اینکه اون نیمه شبه اومد و هیچ اتفاقی نیفتاد بعدش اینا چه برخوردی با این رهبرشون خواهند داشت مثلا آیا خواهند گفت ما رو مسخره کردی مثلا فلان معترضش میشن چه اتفاقی میفته ساعتی پس از اینکه اون نیمه شب رسید و هیچ اتفاقی نیفتاد ساعتی بعد رهبر یک رهبر این فرقه یک بیانیه ای داد و اعلام کرد خداوند به خاطر خلوص و باورمندی شما تصمیمش عوض کرد این اتفاق دیگه نخواهد افتاد زمین همچنان به حیات خود ادامه میده فستینگر می, می نویسد که من منتظر همین لحظه بودم میدونستم از اول این اتفاق میفته میخواستم فقط واکنش این افراد رو بعد از اینکه این, این پیشگویی غلط از آب درآمد رو ببینم فستینگر میگه این افراد با اعتقاد بیشتری بعد از اون شروع کردن به دعوت دیگران با آین خود ببینید شستشوی مغزی چه کار میکنه با آدم شروع کردن به با اعتقاد بیشتری بابا پیش بینی کرده پیش اینجور از کار در اومده شما کار و زندگیتون رو رها کردید نه برگشتن به دامن جامعه و شروع کردن بیشتر از قبل تبلیغ این فرقه رو کردن که بیایید حقیقت اینجاست این گونه فرقه ها در گوشه و اطراف جهان خیلی زیاد پیدا میشه حتی در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا میشه افرادی رو شسوشوی مغزی داد و اینجوری واقعا فکر میکنن کسانی که از سازمان مجاهدین خلق جدا شدن اینا هم شما اگر مصاحبه هایی که کردند رو گوش کرده باشید من چندتایی رو گوش کردم مطالبی رو بیان میکنن که حاکی از اینه که این تشکیلات سیاسی به صورت یه فرقه در اومده چون اینها میگن که اعضای این گروه در کمپ اشرف شستشوی مغزی داده میشه یعنی این چیزهایی که گفتم این که مثلا آزاد نباشه با دنیای خارج ارتباط برقرار کنه با هر کس که میخواد ازدواج کنه و خیلی چیزای دیگه چون میگن که حتی اینها ازدواج هاشون باید عقیدتی باشه زیر نظر سازمانشون باشه بر اساس گفته هایی که اینها مطرح میکنند اگر اینها صادق باشه این اظهارات این گروه هم داره همون کار رو انجام میده یعنی شستشوی مغزی در مورد روزخان ها هم که بهتون گفتم قبلا که متحری چی میگه بعد از اینکه کتاب روزت و شهدا منتشر شد اینها هم گروهی هستند که در یک گستره خیلی وسیعی مردم زیادی رو البته در قرن گذشته تا حدود 40 50 سال گذشته این قدرت و نفوذ کلام رو داشتن الان دیگه نه الان این ملاباشی ها و این روزخون ها حرف هایی که میزنن دیگه جنبه شست و شوی مغزی نداره یک درصد کمی از جامعه دیگه کم سواد و بی سواد هستن که این حرف ها رو گوش بدن بشینن گریه کنن شما اکثریت جامعه اتفاقا اینا رو برده در جای دیگری داره مورد استفاده قرار میده شما اینا رو به صورت کلیپ های تنز امروزه دارن در برنامه هایی مثل همین سینا ولی الله یا اون فلاحتی و اینها در وی او ای دارن پخش میکنن یعنی بیشتر کارکردش شده تنز برای خندیدن کسی این حرف ها رو دیگه باور نداره ولی همین چیزهایی که شما امروز میبینید به عنوان کلیپ های تنز داره پخش میشه باور بسیاری از پدر بزرگ ها و مادر های ما رو در گذشته شکل داده و اینها واقعا این حرف ها رو باور میکردن این صحبت ها و این که مثلا دو تا پرنده بیان مثلا با هم قه کردن بعد ماده مثلا از نره مثلا گلایه داره میرن پیش امام بعد اون میگه که من رفتم مثلا بیرون این نره رفته با یک ماده دیگری مثلا ارتباط برقرار که حرفا جفنگیاتی که میزنن اینها دیگه واقعا جایی در دنیای امروز نداره ولی در گذشته اینا این داستان ها رو تعریف کردن این روزخون ها و این ملاواشی ها واقعا خیلی در شسوشوی مغزی واقعا در هر گذشته میتونیم بگیم موفق بودن البته پدیده شسوشوی مغزی فقط آسیبی برای افراد کم سواد نیست گاهی کسانی در میان حتی روشن فکران دیده میشه که اینها یا شستشوی مغزی داده شدند یا خودشون خودشون رو شستشوی مغزی میدن مثلا اینا در بین گروهی به عنوان روشن فکر هم شناخته میشن ولی شما وقتی به اظهاراتشون گوش میکنید میبینید اصلا با عقل سلیم هم جور در نمیاد یعنی با همون کامانسنس هم نمیتونی اینو بفهمی نیازمند حالا یک عقلانیت کانتی و دکارتی هم نمیخواد باشی مثلا شما اظهارات خسرو گل سرخی رو نگاه کنید از کسانی بوده که چپی ها این رو یک روشن فکر مثلا متمایزی میدونستن در عصر خودش کلیپش در شبکه های اجتماعی هست در جلسه دادگاه میگه من یک مارکسیست لنینیست هستم که به شریعت عالیه اسلام ارج مینم شما اصلا این جمله رو واقعا به مرغ پخته بگید خندش میگید ولی این آدم یه زمانی روشن فکر محسوب میشه خب چه که شما هم مارکسیستی هم لنینیستی هم به شریعت عالیه اسلام یعنی اینا رو چجوری کنار هم جا میدی خب اینجا شما با شخصیتی مواجهی که از تر... طرف گروهی از مردم روشن فکر شناخته میشه ولی میبینی که عقاید و باورهایی دارند که با حتی با عقل سلیم اینها جور در نمیاد چجوری اینها رو در کنار هم قرار داده حالا اینکه اینها تحت یک دستیسه ای قرار گرفتن به وسیله حزب کمونیست مثلا شوشوی مغزی داده شدن یا اینکه نه خیلی ها خودشون خودشون شوشوی مغزی میدن میدونید چه کسانی خودشون خودشون شوشوی مغزی میدن مراقب باشی ما از اونا نباشی کسانی که فقط توی یه سیستم کتاب میخونن. یا کلا یک کتاب میخونن یا اگه ده تا کتاب دیگر هم میخونن اون ده تا کتاب کتابایی که اون یک کتاب رو تایید میکنه این داره رو شسوشوی مغزی میده گفتیم حباب معرفتی دیگه نه دیگران بیان ما رو تو حباب بذارن بعضی ها خودشون رو میذارن تو حباب فقط این سیستم کتاب ها رو میخونه فقط در شبکه های اجتماعی با این گروه ارتباط داره فقط این شبکه های تلویزیونی رو میبینه خب این داره خودش رو شستش روی مغزی میده چون شما وقتی چیزی برات تکرار بشه برات باور میاره تکرار باور میاره عقاید مخالف رو بخون من جا داره اینجا از استادم دکتر پرویز مفتون یاد کن زمانی که در دانشگاه علوم تحقیقات خدمت ایشون عرض کردم که میخوام رساله دکترامو درباره تفکر نقادانه کریتیکال تینکینگ بنویسم به من گفت برو مقاله خیلی هم آدم با اونایی که دانشجوی دکتر مفتون هستن میدونن بسیار آدم شارپ و با حضور ذهنی بلا فاصله گفت که 1997 1997 اتکینسن یه مقاله داره میگه که کریتیکال تینکینگ یک سوشیال پرکتیسه و نمیشه اون آموزش داد و برو اینو بخون بیا برا من نقد کن اگه تونستی جواب بدی میتونی من میام و استاد مشاورتون میشه ببینید منو قرار داد در مقابل یک عقیده مخالف صد درصد مخالف اون کاری که من میخواستم انجام بدم اینو میگن آموزش به شیوه صحیح اینو میگن آموزش اصیل گفت اگه نظر مخالفت رو تونستی نقد کنی دلیل بیاری چه میدونم شواهدی بیاری علمی تحقیقاتی اون موقع میتونی وارد این کار بشی شست مغزی دادن همش به وسیله دیگران صورت نمیگیره گاهی اوقات ما خودمون خودمون شست مغزی میدیم چه موقع زمانی که فقط از یک مسیر می حرکت می کنیم یک سویه کتاب می خونیم شما به کتاب خونه افراد نگاه کنید می فهمید آیا شسوشوی مغزی داده شدند یا نه یه نگاهی بکنید به کتاباش می بینید همه در یک مسیرن همه توی یک کانال دارن حرکت می دن فرد خب این ذهن بیچاره هم دیگه کاری نمیتونه بکنه اینجوری برنامه نویسی میشه پس من میخوام به این موضوع همه ما توجه کنیم همیشه شستشوی مغزی کاری نیست که دیگران با ما انجام بدن. گاهی اوقات ما خودمون با خودمون این کار رو انجام میدیم. برای دانشجویانی که تاریخ کمونیسم رو میخونن کلمه پروپاگاندا یک معنای زمینی دیگری هم داره. و اون رو با تهییج افکار عمومی در ارتباط میدونن. خب عرض کردم که معمولاً تکیه بر احساسات و هیجانات خیلی کار سازه و حالا بعضی ها با تکیه بر احساسات مذهبی و دینی بعضی ها هم حس ناسیونالیستی مردم خلاصه این افکار عمومی رو به شکلی تهیج میکنه تهیج افکار عمومی در تاریخچه در تاریخ کمونیسم اولین بار به وسیله یکی از نظریه پردازانشون به نام لخانوف مطرح شد بعدها به وسیله ولادیمیر لنین در 1902 در جزوه با عنوان چه باید کرد توضیح داده شد اینم خیلی مهمه برای کسانی که میخوان بحث پروپاگاندا رو بشناسن پس لنین در 1902 یه جزوهی رو منتشر کرد به عنوان چه باید کرد در اونجا توضیح داد که استفاده مستدل از تحلیل های تاریخی و علمی برای آموزش تحصیل کرده ها و روشنفکران و برها طبقه کتابخان جامعه در دستور کار قرار بگیره یعنی سعی بکنید کسانی که اهل کتاب و مطالعه و اینها هستند اینها رو با تحلیل های تاریخی و علمی مستدل به گونه شستشوی مغزی بدید لنین میگه که آدمایی که اهل کتاب نیستن اینا رو رهاشون نکنید آدمایی هستن که اهل تحلیل و کتاب و این چیزا نیستن اینها رو برید تهیجشون کنید با شعارها و حکایتها و حرفهای نیمه راست و اینها و این گروه از مردم رو هم جذب کنید به خصوص اگر در میان مردم نارضایتی های هم وجود داره برید دست بذارید روی نارضایتی هایی که مردم دارن این کار هم امروزه در دستور کار بسیاری از این افراد قرار میگیره از مسیر از مسیر دست گذاشتن روی نارضایتی های مردم وارد میشن ولی از عوامل پروپاگاندای حکومتی هستن ولی دستشون ابتدار رو نمیشه مثلا میبینم مردم نسبت به بعضی مسائل این که مثلا در حوزه آموزش به ادالتی وجود داره اینجور مسائل روی اینها دست میذارن بعد مثلا کسانی که میرن فرض کنید کانادا فلان اینها رو زیر سوال میبرن بعدا خودشون سر از همونجا در میارن اینها اگر یک نگاه تیزبین وجود داشته باشه کاملا مشخصه که از عوامل خودشونن و جزو دستگاه پروپاگاندای حکومتیه ولی خب طول میکشه تا مردم عادی اینها رو بشناسن و به قول معروف لو برن ولی خب تاریخ مصرفی هم دارن دیگه تا یه مدتی کار میکنن تاریخ مصرفشون تموم میشه یه جای لو میرن بالاخره به حال این اینترنت پدر همه رو در آورد و باعث میشه که اینها نتونن اون کار رو انجام بدن حالا به هر حال این کاری که لنین انجام داد میخوام به این خیلی توجه کنیم در جزبه چه باید کرد دو استراتژی رو برای پیروزی سیاسی موثر میدونه میگه این دوتا هم باید با هم ترکیب کنیم و یک به خاطر این که این دوتا رو اهمیت قرار میداد میگفت از یه طرف تحیج کن از یه طرف تحلیل برای آدمای های کمسواد اینا رو برید تحیجشون کن کسایی که کتاب نمی آدمای های باسواد رو براشون تحلیل ارائه بدید حالا تحلیل از نوع پروپاگاندا تحلیل های یک سویه این دوتا کانسپت رو با هم ترکیب کرد در اون جزوه یک کلمه ای ساخت که ترجمهش به انگلیسی میشه اجیت پراپ یعنی اجیت از اجیتیشن میاد و پراپ از پروپاگاندا خب این دوتا رو با هم ترکیب کرد یه واحدی هم در حزب کمونیست به همین نام تأسیس کرد یه واحدی رو در حزب کمونیست به وجود آورد به عنوان بخش تهیج پرو حالا من می نوستم شما میتونید تحیج تحلیل بهش بگید مثلا خب ببینید دوتا کانسپت می گفت برای کسایی که حالا مثلا دانشجو هم کتاب خون اهل مطالعه هستند اینا باید یه جزوه براشون تهیه بشه اسم اون جزوه رو میگذاشت مبلغان اقتصاد سیاسی مثل همیشه ببینید از چه الفاظ پرتم تراقی هم استفاده میکن در جزوه مبلغان اقتصاد سیاسی باید تحلیل های یک سویه برای شستشوی مغزی طبقه کتابخان تهیه بشه یه بولتن دیگری هم تهیه میکردن این برای توده مردم کسایی که کتاب نمیخونن به این میگفتن بولتن تهیج کنندگان به اینها آموزش میدادن چطوری برید مردم رو به هیجان بیارید کار کردی که مدداهی الان در جامعه ما پیدا کرده مدداهی در گذشته یک کار مثلا صرفا مذهبی بود حالا باز با کارکرد خودش ولی امروزه دیگه کاملا سیاسی شده خیلی جاها و همون کارکرد شستشوی مغزی رو پیدا کرده شما میبینید مذهب اون مداهیه بیشتر از این که به جنبه های تبلیغی و اینها باشه کارکرد سیاسی پیدا کرده یعنی در قالب مداهی اندیشه های سیاسی یک سری افکار ایدئولوژیک به خورده اون فرد داده میشه اینا در یه جورایی همون رهروان لنین هستن از اونا یاد گرفتن به هر حال میدونید روس ها در زمینه شسوشوی مغزی همشون پی دی دارن کسانی که از روس ها و به خصوص لنین درس حکمرانی آموختن از این دو استراتژی پس استفاده میکنن فریب نادان ها خشونت نسبت به دانایان ببینید لنین در اون جزوه ای که برای مبلغان اقتصاد سیاسی بود در اونجا میگه سعی کنید با, تح... با, تحلیل خلاصه اینا رو قانعشون بکنید که اون... اون روی کرده ما رو بپذیرن ولی خب یه مشکلی وجود داره همه اینو قبول نمیکنن. حالا اونایی که قبول نمی کنن چکارشون بکنید؟ میگه خشونت اول سعی کنید تحلیل شما رو بپذیرن اگر دیدید تحلیل شما رو نمیپذیرند به خشونت متوسل بشید و به این طریق سعی می کرد در واقع کار رو پیش ببره و این دو استراتژی همواره مورد استفاده اینها قرار گرفته که اول یه گفتیم که در اون شاخه ای که در حزب کمونیست ایجاد کرد گفت که برید یه بولتن درست کنید بولتن های تحلیلی برای کسانی برای استفاده در رادیو و تلویزیون اگه بوده و روزنامه ها هر جور در سخنرانی ها استفاده کنید برای اینکه چی برای اینکه تحلیلی خاص به خورد جامعه بدید شوشوی مغزی از طریق تحلیل میشه پروپاگاندا گروه دیگر رو شستشوی مغزی بدین از طریق تهیج اینا خیلی اهل کتاب و مطالعه و بررسی و اینا نیستن اینا رو فریبشون بدید به هیجان بیارید و هر کاری که بگید براتون میکنن و اتفاقاً, اتفاقاً بعدها اینها متوجه شدن از این کسانی که تهیجشون میکنن به این شکل اینایی که اهل کتاب و تحلیل نیستند. اتفاقا میتونن از اینها لمپن درست کنن لومپن رو درست میکنن میندازن به جان روشن و اندیشمندان اینا میرن اینا رو با چاقو میزنن میکشن اذیت میکنن جلسات سخنرانیشون رو به هم میزنن از این کارا یعنی اینکه کار کرده این شکلی هم بعدا براشون اون محصولشون اون پروداکتشون از جلساتی که تهیج میکنند اینا هم در میاد که به عنوان گروه های فشار بعدا مورد استفاده قرار میگیره ولی بحثی که لنین داره میگه که اگر سطح شعورشون بالاتر از این بود که با تبلیغات ما فریب بخورند متوسل بشید به ویولنس به خشونت نسبت بهشون خشونت بورزید تا یا کشور رو ترک بکنن به حال همه رو که نمیشه کشت یا زندانی کرد اینا در دستور کارشون اول قرار میدن که تعداد زیادی از کشور برن کشور رو ترک بکنن اونایی که میمونن و مبارزه می کند رو هم زندان کنید یا سرونیست نیست کنید این رویکرد لنین بوده در این جزبه که در حزب کمونیست اینها چاپ میکردند و خلاصه رویکرد خودشون رو پی می گرفتند شناخته کارهایی که لنین اند. چون خیلی رفت این کار رو به شکل کلاسیک دنبال کرد که چه کارهایی باید انجام بده من در گفتار بعد حالا این گفتار خیلی هم طولانی شد در گفتار بعد که شستشوی مغزی با توسل به روش های سخت رو خدمتون توضیح میدم دوباره میبینید اونجا هم لنین چقدر این مسئله رو دنبال میکرده که پا شده رفته مثلا در آزمایشگاه پاولوف و با پاولوف صحبت میکرده و به دنبال چه کارهایی بوده این بحث رو با یه چند تا مفهومی که مرتبط هست با پروپاگاندا ادامه بدم و به اتمام برسونم ببینید چند تا مفهوم هست که با پروپاگاندا ارتباط داره یکی پروپاگاندای عملی تبلیغات فریبنده حالا به شکل عملی یعنی چی ببینید گاهی اوقات حکومت ها به خصوص و اینها میان از پروپاگاندای عملی استفاده میکنن یعنی چی پروپاگاندای عملی یعنی اقدامات سیاسی اقتصادی یا تنبیهی سیاسی، اقتصادی یا تنبیهی اینها رو انجام میدن نه به منظور تاثیر مستقیمی که میتونه داشته باشه بلکه به جهت استفاده تبلیغاتی که این اقدامات میتونه در عرصه عمومی داشته باشه یعنی میخواد اون حکومت جست بگیره خب برای خودش متوسل میشه به این نوع از پروپاگاندا پروپاگاندای عملی چیه؟ مثلا آزمایش, آزمایش های حستئی. اینکه که بگم ما هم هستیم میرن مثلا دست به این کارها میزنن آزمایش های ای انجام میدن دادن وام های، وام ها و کمک های اقتصادی به کشورهای دیگه حالا شاید مردم خودشون دارن از گرسنگی میمیرن ولی با دادن وام و کمک های اقتصادی به دیگر کشورها میخوان بگم ببینید ما چقدر مثلا میتونیم جست بگیریم اینها همه در واقع جوانه به مختلف پروپاگاندای عملیه اینا اینا رو تو جزبه ها خوندن شما فکر نکن اون مسئولی که الان مثلا وضعیت اقتصادی در کشور خودش داغونه ولی میگه که ما میخوایم بریم در فلان کشور مثلا بیمارستان بسازیم این مثلا بر چی این دیوانه شده داره این حرفو میزنه نه این دیوانه نشده این بولتنای لنین رو خونده اینا آموزش میبینن که این کار رو بزنن این یه جست سیاسیه کمک کردن کمک اقتصادی به کشفر، دیگر کشورها یکی دیگرش مذاکرات سیاسی پیچیده خودشون رو درگیر مذاکرات سیاسی میکنن چندین سال هیچ نتیجه هم ندارون مذاکرات فقط میخوان بگن ببینید ما چقدر بزرگیم که دنیا میاد با ما سر میز مینشینه جست سیاسی تبلیغی تبلیغات میکنن برای خودشون شکایت های حقوقی از دیگر کشورها و افراد دائما دارن در مجامع بین در دادگاه ها میرن از اینجا و اونجا شکایت میکنن برای چی اینا شکایت میکنن؟ میخوان جست بگیرن اون جنبه تبلیغات براشون مد نظره و همه اینها رو ما تحت عنوان پروپاگاندای عملی مورد توجه قرار میدیم پس پروپاگاندای عملی چیه؟ انجام آزمایش های هسته ای دادن وام و کمک های اقتصادی به دیگر کشورها مذاکرات سیاسی پیچیده شکایت های حقوقی هر کار و اقدامی که امکان جست گرفتن رو بده شاید حالا مثلا اون کمک مثلا اقتصادی که به یک کشور میکنن حالا مثلا خیلی هم کار کردی هم نداشته باشه ولی اونا اصلا به اون به دنبال اون نیستن که حالا چه کار کردی لزوما برای اونها داره اقدامات سیاسی گفتم اقدامات اقتصادی رو گفتم اقدامات تنبیهی رو هم گفتم گاهی اوقات هم حکومت ها با اقدامات تنبیهی دست به پروپاگاندای عملی میزنن برای اینکه در جامعه ترس ایجاد کنن مثلا چند نفر رو اعدام میکنن این اعدام حالا کارکردش جه... کار کردش این نیست که حالا مثلا سه نفر دو نفر پنج نفر یه نفر رو از بین میبره منظور از بین بردن اون یه نفر نیست این کار به عنوان تو اون جزوه های اینا, اینا رو میخونه این کار به عنوان یک اقدام تنبیهی جنبه پروپاگاندای عملی داره اثرات بازدارنده داره بر روی بسیاری از افراد جامعه که میترسن و دیگه اعتراض نمیکنن پس اقدامات تنبیهی هم در زیل پروپاگاندای عملی در کنار اقدام های سیاسی و اقتصادی مورد توجه این هاست. یه کانسپت دیگر رو هم میخوام مورد توجه قرار بدم پروپاگاندای علنی در مقابل پروپاگاندای مخفی ببینید همیشه پروپاگاندا تبلیغات تبلیغات حالا دروغین تبلیغات تو با فریب همیشه به شکل علنی انجام نمیشه گاهی اوقات به وسیله گروه های مخفی انجام میشه پشت پرده انجام میشه مثلا شبنامه پخش میکنن بولتن هایی رو مثلا که امضا جعلی داره اسامی جعلی داره حتی شبکه های رادیویی وجود داره که اسامی جعلی دارن اینها نوعی تبلیغات بهش میگیم تبلیغات یا پروپاگاندای مخفی هست بسیاری از دولت ها حکومت ها اینها میان به یه سری افراد پول میدن و این افراد میان در قالب مثلا یک نظریه پرداز مستقل میاد و مثلا یه تحلیل درباره یک موضوعی انجام میده ولی اینا تحلیل های سفارشی هست اینا پولش رو گرفتن و مثلا این تحلیل رو ارائه میدن اینها خب دست های پشت پرده ای وجود داره که این نوع در واقع تبلیغات فریبنده رو داره این شخص منتشر میکنه این شخص هیچ م... به غیر از پولی که میگیره هیچ منفعتی دیگه نداره مثلا بخواد از نظر ایدئولوژیک مثلا این روی کرد رو قبول داشته باشه که این رو انجام بده پس مراقب این هم باید بود که پروپاگاندای مخفی چیه گاهی اوقات اتا اناوین عوض میشه مثلا در ادارات اون نهادی که موظف هست که برای اون در واقع دستگاه برای اون مدیریت تبلیغ بکنه مثلا در یک شهر داری بهش نمیگن تبلیغات میگن روابط عمومی اینجا از یک نوع یوفیمیزم داره استفاده میشه یک حسن تعبیر که مثلا میدونن حالا تبلیغات پروپاگاندا اینا ممکنه ذهنیت منفی ایجاد بکنه میان مثلا اسمشو میزن روابط عمومی اینا همه میره در زیل این عنوان که ما یک تبلیغات مستقیم داریم یک تبلیغات مخفی و غیر مستقیم حواسمون به بحث آگهی های تبلیغاتی هم باید باشه عزیزم. بحث آگهی های تبلیغاتی هم همیشه مورد توجه بوده و هست ببینید آگهی های تبلیغاتی کلا بحث مارکتینگ اینجا مطرحه در بعضی دانشگاه ها رو تدریس میکنن شما یک رشته دانشگاهیه اینجا این سوال پیش میاد خب اینا یعنی دارن تو دانشگاه شسوشو مغزی یاد میدن اگر روش های مارکتینگ به شیوه ای باشه که من توضیح دادم یعنی واقعیت رو آنگونه که هست مطرح نکنی یعنی برای کالای خودت بگونه تبلیغ بکنی که واقعا اون قابلیت ها رو نداره آنست نیست درباره مثلا محصولات رقیب به گونه صحبت میکنی که باز در شما صداقت دیده نمیشه مثلا کالای شما اون کیفیت رو نداره ولی میان در مارکتینگ به شما یاد میدن برو به گونه ای تبلیغ کن که مردم کالای ما رو بخرن با از خدمات بیمه ای ما استفاده کنن اون موقع ما به تو پول میدیم خب اینا همون شستشوی مغزی میاد در زیل شستشوی مغزی جای میگیره بنابراین این بحث تبلیغات آگهی های بازرگانی اینها اون جایی که توعم با فریب میشه میاد و نمیشه بحث در واقع پروپاگاندا رو به شکل کامل و حالا وسیع مطرح کرد و به این انگشت روی این بخش نگذاشت پس مسئله تبلیغات از طریق یعنی اون چی که ت... به عنوان تبلیغات بازرگانی گفته میشه اون رو هم باید مورد توجه قرار بده. مطلب بعدی نقش شبکه های اجتماعی در تاثیرگذاری به عنوان ابزار شستشوی مغزی هست به حال ما در اصر شبکه های اجتماعی هستیم این موضوعی هست که مورد توجه حراری هم قرار گرفته نوع حراری درباره این موضوع میگه که یکی از دقدقه هاشه میگه که و درست هم هست میگه این حجم زیاد از اطلاعات شخصی مردم که این شبکه های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام و اینها میتونن جمع آوری کنن که مردم چه علاقی دارن با چه کسانی دوست هستن چه نوع مثلا کامنت هایی میذارن چه نوع پست هایی رو لایک میکنن چه صفحاتی رو فالو میکنن این حجم عظیم اطلاعات در گذشته واقعا قابل گردآوری نبود ببینید شما مثلا دوباره مجبور میشم از روزها نام ببرم شما معموران کاگبه چیکار میکردن کاگبه مامورانی رو استخدام میکرد یه فردی رو زیر نظر میگرفت کجا میره با چه کسانی ارتباط داره کجا غذا میخوره فلان اینا چون این گوشی های همراه نبود که رد آدم ها رو بزنن یه نفر یا چند نفر معمور بودن که یک کسی رو زیر نظر ببینید چقدر هزینه باید میکردن امروزه این شبکه های اجتماعی به این فراوانی در اختیار همگان قرار داره اطلاعات بسیار دقیق تر به حال مثلا ضبط صدای اون کسی که الان داره توی یه رستوران با یه نفر غذا میخوره اینا میخواستم ببینم معموران کاگبه اینا دارن به هم چی میگن یه مقدار سخت بود شنود کردن ولی امروزه از طریق گوشی های در واقع هوشمند صدای افراد قابل ضبطه میتونن رد آدم ها رو بزنن لوکیشنشون رو بدونن بدونن با چه کسانی تماس دارن چه پیام هایی برای همدیگه رد و بدل میکنن ببینید این امکان در دنیای امروز ایجاد شده و این باعث شده برای کسانی که میخوان کنترل اذهان جامعه رو در اختیار داشته باشند از این اطلاعات حالا هم حکومت ها هم شرکت های تجاری استفاده میکنن و شما میدونید یک منبع درآمدی هست برای مثلا این شبکه های اجتماعی مثل مثلا فیسبوک و اینها که اطلاعات رو بارها شده جلسات دادگاهی برگزار شده در اخبار چیزهای اومده که اینها اطلاعات مردم رو میفروشن و اینجا هست که مثلا حراری از این صحبت میکنه که ممکن مغزها رو در آینده اصلا حک بکنن و کنترل ذهن ها رو بیش از این در اختیار بگیرن این هم یه مسئله هست که باید مورد توجه قرارش بدیم که شبکه های اجتماعی هم در این زمینه میتونن درد سرساز باشن یک نکته دیگه ای رو میخوام مورد توجه قرار بدم در بحث پروپاگاندا اینه که ما تا الان همش صحبت کردیم گفتیم خب در ابتدا این یک مفهوم با معنای منفی نبود به معنی تبلیغ بود و اون پاپ اعظم در 1622 اصلا اومد یک نهادی رو تشکیل داد با همین از همین کلمه در عنوانمون استفاده کرد کم کم این استفاده ها اینقدر بد و ناجور شد تا اینکه دیگه امروزه کسی پروپاگاندا رو واجد معنای مثبتی نمیدونه ولی میخوام به یه نکته اشاره کنم که استفاده از پروپاگاندا هم همیشه کاری مضموم شناخته نمیشه یعنی همین من و شما ممکنه یه جاهایی رضایت بدیم رضایت بدیم به استفاده از پروپاگاندا باید در این زمینه هم فکر بکنیم که داستان چی میتونه باشه ببینید وقتی کشوری درگیر جنگ میشه مثلا جنگ ایران و عراق پروپاگاندا نقش مهم و مؤثری ایفا میکنه در حفظ نیروهای حفظ روحیه نیروهای خودی و مردم روحیه مردم رو باید حفظ کرد در دوران جنگ همه میگن این یه چیز عقلانیه با عقل سلیم جور در میاد خب اون تحلیلی که ارائه میشه اون خبری که مثلا از عملیاتی که دیشب انجام شده داره گفته میشه در رسانه های اون کشور هیچ وقت که نمیاد در رسانه بگی که بله ما دیشب حمله کردیم اونا زدن پدر ما رو در آوردن و ما الان مثلا حدود چهار هزار کشته دادیم که مثلا جسدای این کشته شده های ما اون وسط افتاده ما حتی نمیتونیم بریم اینا رو بیاریم هیچ کس اینجوری که اخبار نمیگه همیشه میگن عملیات انجام دادیم با پیروزی تو هم بوده ما موفقیت های زیادی کسب کردیم سالها بعد معلوم میشه که چه مثلا اتفاقی واقعا افتاده اینجا یه بحثی مطرح میشه وقتی صحبت از پروپاگاندا میکنیم برای اینکه بحثی جامع خدمت شما ارائه داده باشم باید به این جنبش هم توجه کن. خب حالا اینجا تکلیف چیه آیا میشه راستشو گفت؟ به یه تعبیر نه آیا اون تحلیلی که اون خبری که در رسانه های خودی و داخلی داره داده میشه برای حفظ روحیه نیروهای خودی از یه طرف مردم از طرف دیگه آیا این میتونه در زیل پروپاگاندا قرار بگیره؟ اصلا در دوران جنگ از پروپاگاندا استفاده میکنند برای تضعیف روحیه نیروهای طرف نیروهای دشمن و این یکی از اصلی ترین یکی از عناصر کلیدی جنگ روانی است و شاید خیلی از ماها این استفاده از پروپاگاندا رو موجه بدونیم مثلا در چنین شرایطی که مثلا کشور درگیر جنگ هست معمولا کسی رضایت نمیده که بیایم واقعیت ها رو بگیم خب واقعیت ها رو اگه گفتیم روحیه مردم خراب میشه نیروهای خودی مثلا تضعیف روحیه میشن شکست های بعدی در به دنبال خواهد داشت اینها همه مسائلی هست که نمیتوان همیشه طرفدار این بود که اخبار واقعی مثلا منتشر بشه اتفاقا اگه در این مکان در این زمان کسی بیاد اخبار واقعی رو منتشر بکنه ب... به اتهام خیان... به او اتهام خیانت ممکنه زده بشه بهش میگن این خائنه که حالا مثلا تو خبر داشتی که چه اتفاق بدی برای نیروهای ما افتاده تو نباید این رو مطرح بکنی این هم موضوعی هست که میخوام شما عزیزان بهش فکر بکنید که آیا استفاده از پروپاگاندا برای حفظ نیروهای خودی حفظ روحیشون حفظ روحیه مردم لازمه شما این رو قبول دارید که یه کار موجهیه یا همچنان نه بر اساس تعریفی که کردیم چون داریم به انتشار اخباری دست میزنیم که نادرست هست ما داریم در واقع به نوعی شستشوی مغزی میدیم میبینید که یه مقدار تعیین حدود و صغورش کار آسانی نیست از توجهتون به این برنامه تشکر میکنم در گفتار بعدی این بحث رو ادامه میدم و به شست و شوی مغزی به شیوه سخت اشاره خواهم کرد که با چه روش هایی سعی میکنند کسانی که از طریق تبلیغات نمیتونن نمیتونن کنترل ذهنشون رو به دست بگیرن روش های سخت چیه چه تاریخچه‌ای داشته و چگونه به کار گرفته شده این رو میگذاریم برای جلسه آینده از اینکه تا پایان این گفتار من رو همراهی کردید از شما تشکر می کنم منتظر باشید تا در گفتار بعدی به بحث پیرامون شستشوی مغزی به شیوه سخت بپردازیم تا دیداری دیگر بدرود